درود به دانشجویان گرامی و ارجمند، نخستین نشست از دوره آموزشی شیوه مدیریت اصیل ایرانی را با هم آغاز می‌کنیم. امروز دوشنبه 5 تیر ماه سال 2576 برابر با 26 جون 2017 میلادی است. دوره آموزشی شیوه مدیریت اصیل ایرانی به سه بخش تقسیم بندی میشه که هر کدوم سه آموزه رو در بر میگیره. هر یک از این آموزه ها 10 نشست رو در بر خواهد داشت و ما در این آموزه نخست به خودسازی برای کار گروهی میپردازیم، یعنی شیوه مدیریت اصیل ایرانی با این دوره آموزشی شامل 3 بخش هست که نخستینش خودسازی برای کار گروهی، سپس آموزش کار گروهی است و در پایان هم سرپرستی و راهبری است. که خب هنگامی که دانشجویان گرامی هر 3 تا آموزه رو که باید به ترتیب جلو بره، پشت سر گذاشته بشه، به سرانجام برسونن، اون گواهینامه دوره آموزشی گواهینامه شیوه مدیریت اصیل ایرانی رو میتونن دریافت کنن، البته پس از به انجام رسوندن پروژه پایان. پیش از اینکه وارد بخش نخستین آموزه بشیم که در واقع این 10 نشستی رو که با هم در پیش خواهیم گرفت و همین آموزه خواهد پرداخت که خودسازی برای کار گروهی است، نیاز هست که یک جزئیات رو با هم در میون بگذاریم و اون هم این هست که در این دوره آموزشی شیوه مدیریت اصیل ایرانی آنچه که بررسی میشه، آنچه که گفته میشه و بر رویش ژرف اندیشی میشه سخن پایانی نیست و همچنان که میدونیم پس از نزدیک به 14 سده هست که دوباره ما با آشنا شدن بیشتر با فرهنگ اصیلی که در میان ایرانیان بوده میخوایم یه همچین الگویی رو دوباره بیشتر بشناسیم و به کارش بیاندازیم. یعنی چیزهای زیادی فراموش شده در درازای این 1400 سال از اندیشه بسیاری از ایرانیان و حالا کنشگران فرهنگی و استادان فن با توجه به کنکاش‌هایی که در مسائل فرهنگی و تاریخی ایران داشتن، یه سری از ارزش‌های اخلاقی، یه سری از شیوه‌های کاری رو استخراج کردن پیرامون اینکه چگونه ایرانی‌ها می‌اندیشیدند به جسارهای گوناگون. و در این شیوه مدیریت ایرانی هم که الان داریم با هم به گفتگو میشینیم، بیگمان جا برای ژرف‌اندیشی بیشتر بسیار داره و آرزو داریم که با پیوستن بیشتر دانش‌پژوهان، استادان و دانشجویان گرامی با درمیون گذاشتن و بررسی بیشتر یکایک جسارها در نهایت پس از چند سال که ممکنه به 1 دهه یا حتی بیشتر برسه، ما به یک الگوی بسیار روشن و آشکار با یک سری نکات کاملا مشخص شده، یک سری فلوچارت های مشخص پیرامون جستار های گوناگون بتونیم یک شکل کاملا آشکاری رو در واقع سخن کامل شده ای رو پیرامون مدیریت ایران اصیل ایرانی داشته باشیم. بنابراین این رو از این رو باهاتون در میون گذاشتم که بدونیم اینجا بناس با جسارها رو که بررسی میکنیم، پیرامونش ژرف‌اندیشی کنیم و ممکن هست پیرامون یک جسار گفته یا ایده ای یا دیدگاهی از سوی شما دانشجویان گرامی بیان بشه که آرزو دارم چنین باشه، که نیاز باشه اون رو بیشتر بررسی کنیم با هم و حتی نیاز به رایزنی داشته باشم با دیگر استادان و
فن در زمینه فرهنگ و تاریخ پیش از در واقع فرهنگ و تاریخ ایرانی تا پیش از اینکه هجوم اعراب ایران رخ بده. بنابراین ممکنه پرسش هایی پیش بیاد که نیاز حتی پاسخ به اون نیاز به رایزنی بیشتر با دیگر استادان رو به طلبه و یا حتی ممکنه به صورت یک پرونده باز بمونه تا زمانی که به یک پاسخ بسیار نیکو پیرامونش برسیم. کاملا میتونیم این رو شبیه سازی کنیم با یک جایگاهی که تاریخ شناسان باستان شناسان یه جایی رو پیدا میکنن و ممکنه یه مجسمه رو از اون دل خاک در بیارن و به مرور زمان که توی اون منطقه جغرافیایی اینها بیشتر کاوش میکنن یک پیکره‌های کاملتری دست دانشمندان و دست در نهایت در آن موزه برای نمایش گذاشته بشه، یعنی نیاز به کاوش‌های بیشتری باشه. و این شیبه مدیریت اصیل ایرانی نیز شبیه همین هست و نیاز به این هست که بسیار روش کار بشه. خب حالا میپردازیم به پیشبرد خود آموزه. در این نشست ما یکی در واقع چند جستار رو میکوشیم پوشش بدیم و به اون بیاندیشیم، با هم گفتگو کنیم و خورد خورد وارد این جستار شیوه مدیریت اصیل ایرانی بشیم. شیوه آموزش در این آموزه به چه شکل هست؟ این نیکوست که بدونیم. خب در سراسر این سه تا آموزه بناست به این شکل پیش بریم که من بکوشم صرفاً یه سری جستارهای نظری و تئوری رو اینجا بیان نکنم و شما فقط بشنوید و با اونها بیانشید، نه، بلکه به شیوه عمل بکنیم که بیشتر با جهانبینی ایرانی و با اون شیوه آموزش و پرورش اصیل ایرانی همخوانی داره. و اون شیوه چیست؟ شیوه که در نزد نیاکانمون بوده به این شکل بوده که یک نمونه ایش رو ما میتونیم در گاتاهای زرتشت ببینیم، به این شکل که اشو زرتشت یک پرسشی رو اونجا مطرح میکنه در گاتاها، در واقع یک پرسشی رو با اهورامزدا در میون میگذاره و اونجا میبینیم که پاسخهایی شنیده میشه، پاسخهایی رو بررسی میکنه زرتشت در اونها و در نهایت پاسخی برگزیده میشه و این به کار گرفته میشه. و در سرانجام گاتاها میبینیم که اشو زرتشت خرسندی خودش رو، شادمانی خودش رو نسبت به رشد اون اندیشه هایی که داشته در میان مردمان در میون میگذاره. حالا اگه بخوایم به صورت خیلی ساده تر و امروزی بررسی کنیم، یه چیزی هست که در روزگار امروز مینامن شیوه اندیشیدن سیستماتیک. یعنی چی؟ یعنی یک گرفتاری، یک دشواری بناست بررسی بشه، برای نمونه کمبود آب. در اونجا مینشینند اون کسایی که اندیشمند هستن پیرامون راهکارها، میاندیشن چند راهکار رو در میارن، یکی از اونها رو که بهترین هست برمیگزینند، اون رو به کار میبندند و در نتایج رو بررسی میکنند در پایان. خب این اگرچه که امروز به عنوان اندیشیدن سیستماتیک در خیلی از دانشگاه ها و در میان خیلی از اندیشمندانی که با جستارهای پیرامون اون آشنایی دارن چیزیست که دنیای مدرن بهش رسیده، اما یک همچین چیزی رو در اون نگاه ایرانی ما داشتیم و نمونهش هم همون برای نمونه همین گاتاهای زرتشت هست. ما هم بناست که یک همچین شیوهی رو در آموزش برای این دوره به کار بگیریم. بنابراین بسیار زمانهای خواهد رسید که من گوش خواهم کرد به دیدگاه‌های شما پیرامونی جستار، زمانهای خواهد رسید که یه پرسش مطرح میشه از سوی من و دوست دارم پاسخ شما رو بدونم و در نهایت به اون پاسخ که
و در این آموزه شیوه مدیریت اصیل ایرانی در آموزه خودسازی برای کار گروهی بهترین پاسخ هست که در نظر من بوده از پاسخهای خود شما دریافت میشه. یعنی به جای اینکه من بیام نظری یه چیزی رو بگم، شما فقط بشنوید و اونقدر هم خودتون درگیر جستار نشید، برعکس من یک پرسش رو مطرح میکنم، شما رو به یه سری اندیشیدن بیشتر پیرامونش میدارم و در نهایت پاسخی که مد نظرم هست رو میکوشم از زبان خود شما با توجه به اندیشه هایی که شما داشتید براتون آشکار کنم. اینجا یه نکته دیگر رو هم میشه گفت پیرامون این شیوه و اینکه سقراطوس یا سقراط اون فیلسوف یونانی چنین شیوه ای رو میگویند که بنیانگذارش بوده و این شیوه رو نامش رو شیوه مامایی مینامیده. یعنی اینکه میرفته در کوچه ها و راه های شهر در آتن با مردمان گفتگو میکرده، به جای اینکه آن چیزهایی که میدونه رو راست و صاف کف دست مردمان بگذاره، با بیان کردن پرسش های اندیشه هایشون رو، اندیشه های اون شاگردان یا مردمان دوربر رو با اون جستار در میامیخته و در نهایت آنچه که خودش مد نظرش بوده از زبان خود شاگردانش میشنیده. خب اگرچه که خب بسیاری از منابع حالا غربی به این انگوش میگذارن که این شیوه به یاری سقراط شکل گرفته و بنیان گذاشته شده، اما خب همچنان که گفتم نمونه بارزش رو در بنمایه ها یا منابع پیش از سقراط ما داریم، در نوشتارهایی که به جا مونده از اوستا ما ببینیم که شیوه آموزش و پرورش در ایران باستان پیش از اینکه اصلا سقراط گرامی دیده به جهان به گشایه، شیوه بوده که چنین شیوه هایی به کار گرفته می شده در ایران و افسوس، صد افسوس که ماها فراموش کردیم و این رو امروزه می بینیم که در بسیاری از کلاس های درس فقط آموزگار میاد یه سری سخنان رو میگه، دانشجو می شنوند و در نهایت یه جزوه ای رو می خوانند و امتحان می دن. و خب این هم شیوه ایست، اما زمانی که یک چیزی برایند دستیافت های اندیشه های دانشجوست که رسیده به اون پاسخ درست دانشی یا علمی که اصلا آموزگار و یک نسل یا یک کتاب آموزشی مد نظرش بوده، هنگام که دانشجو خودش به اونها میرسه این بیشتر در اندیشه اون باقی میمونه و کارایی بهتری میتونه داشته باشه تا اینکه صرفا شنونده بشه. برای این رو هم گوشیدم که باز کنم که به چه شکل بناست آموزه های خود رو پیش بگیرم در این شیوه مدیریت اصیل ایران. خب برای آغاز اینجاست که بناست شما دو دانشجوی گرامی وارد جستار بشین و با هم به گفتگو بپردازید. کاری که میخوام بکنم این هست که براتون سه تا نمونه یا سه تا مثال رو بازگو میکنم. شما گرامیان میکوشید یک گرفتاری رو یا یک نکته منفی رو که در یک شخص در هر یک از این نمونه ها هست در بیارید، ببینید اشکال کار این شخص، دشواری این شخص چیست و آنچه که به نگرتون میرسه با من در میون بگذارید.